درود بر همه یاران، امیدوارم خوب و خوش سلامت باشید و امروز بعد از گذشت چند مدت که در خدمتتون نبودیم بازگشتیم و به هر حال در خدمتتون هستیم. همونطور که در فیسبوک هم نوشتم، لپتاپ من یک قطعش سوخته بود و متاسفانه چند مدتی بود که به هر روی با موبایل و خیلی محدود به فیسبوک می اومدم و بقیه شبکه‌های اجتماعی، و این کنترل برنامه خارج بود چون که این برنامه روی لپتاپم پیاده شده بود. و خلاصه در این مدت بی لپتاپی ما نتونستیم برنامه لایو رو اجرا کنیم و موضوعات بسیار مهمی هم بود در طول هفته های اخیر که به هر حال این شد علتی که در خدمتتون نبودیم در این مدت. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان زیادی در این مدت لطف کردند، پیام دادند و عزیزان بسیار با محبت، و از همه اونها سپاسگزاری میکنم حقیقتا که لطف دارن به هر حال دوستان، چه در پیام چه در کامنت ها نوشته بودن لپتاپ برات تهیه کنیم یا هر کمک دیگه. از همه اونها سپاسگزاری میکنم. خودم به هر حال دست به آچار برده و این لپتاپ رو باز کردیم و ببینیم چش شده است. و خلاصه یک هفته ای درونش مشغول بودیم و اشکال رو پیدا کردیم و یک قطعه جدید برای این قسمتش خریداری کردیم و توانستیم که باز گردیم، چون که حقیقتش این لپتاپ قوی هست و این برنامه های زنده و غیره با لپتاپ های معمولی و با رم پایین سی پی یو پایین امکان پذیر نیست. به همین علت لپتاپ جدید هم که قیمت بسیار بالایی داشت، تصمیم گرفتم که بیام و بررسی کنم که مشکل از کجاست، و تونستم به هر روی مشکل رو حل کنم بدون اینکه ببرم تعمیرگاه یا جای خاص. و به علم و دانش خودم هم افتخار میکنم که توانستم این موضوع رو حل کنم. خیلی مهمه در این شرایط زندگی پناهجویی دوستان، سخت هست به هر حال، خودتون شاید مستحضر باشید، سخت هست که بشه مثلا 4-5 هزار لیر ترکیه داد یک لپتاپ خرید یا غیره، و مبارزات هم بدون بودجه بسیار سخته، خودمون هم میدونیم. ولی من هم انسانی نیستم که حالا شروع کنم بگم که بله اینجا مشکل هست و بیایید و بگیرید. و دوستان البته بسیار لطف کردن، دوستان بسیار، از همشون میگم سپاسگزاری میکنم مجددن. ولی انقدر این مسئله جمع کردن کمک های مالی و غیره که توسط این تلویزیون ها انجام می شده، انقدر این مسئله لوس و خراب هست، آدم واقعا نمی تونه این کار رو انجام بده. می دونید سابقه بدی بر جای گذاشتن این تلویزیون ها در باب فاند ریزینگ و در باب کمک ها و اینها، و با پول های مردم، با کمک های مردم به اسم آزادی و غیره، حالا یک کارهایی هم کردن، نمیشه گفت نکردن، ولی که کیسه هایی دوختن به هر حال برای جیب مردم. و دوستان هم به من پیشنهاد میکنن، میگن خب این کار رو انجام بدیم، ولی که من اگر قرار هست این کار رو انجام بدم، باید یا در سطح ابعاد بزرگ باشه یا در سطح پلان هایی باشه که خودم دارم. مثلا یک پلان هایی که 1000 نفر یا 2000 نفر
یک هزینه اندک بدن که فشار رو هیچ کس وارد نشه، بعد اون بودجه بره صرف مبارزات بشه یا صرف یک امری بشه که این بودجه برگرده، که مدام مثل به قولی اپوزیسیون دست جلو مردم دراز نباشه، های بیاید امروز پول بدید، تلویزیون میخواد بسته بشه بیاید پول بدید، نمیدونم هاتبرد میخواد ما رو ببنده. اینجوری فایده نداره عزیزان، این کمک مالی جمع کردن این گونه هر روز هر روز و هر روز، بعد هم مردم ببینن هیچ بازدهی نداره، طرف برای جیب خودش هست، این گونه کمک ها فایده ای نداره. اگر قرار کمک های مالی جمع بشه باید روی پروژه باشه و روی بازگشت اون پول. مثال واضحش سازمان مجاهدین بودند که اومدند و پولهایی رو که داشتن اومدن سرمایه گذاری کردند، مجاهدین خلق اومدن پمپ بنزین خریدند، اومدن کازینو خریدند، هتل خریدند، از سود این پولها خرج مبارزاتشون میکنن. ولی این طرف قضیه که اپوزیسیون خودی باشه، خودمون باشیم، نه، فقط پولا یک سره اومده و هیچ ثمری هم نداشته، هیچ بازگشتی هم نداشته سرمایه، اگه داشته برای خود اون شخص جمع کننده بوده و این موجب از بین رفتن اعتمادها شده، موجب از بین رفتن اونهایی که کمک میکردن دل سرد شدن. با بعضی هاشون در ارتباط هم من تعریف میکنن که خلاصه پول ها چگونه صرف می شده و چه پول هایی، چه رقم هایی. مثلا حالا ما داریم راجع به یک لپتاپ خیلی دیگه گرون باشه 5-6 هزار لیری صحبت می کنیم، رقم های 100 هزار دلار و 200 هزار دلار که یه قلم مثلا کمک می کردن. خلاصه این موضوع سبب این شد که مثل همیشه مستقلانه عمل کنم. بد نیست که کمک گرفتن اینها بد نیست، ولی تا جایی که دیگه امکان نداشته باشه و کار مبارزاتی بخوابه. البته دیدیم که یک هفته هم تعطیل شد این کار، ولی که خب عادت من این است که همیشه روی پای خودم تا جای ممکن وایسم، تا حد ممکن وایسم و بعد از یک قسمت هم اومدیم یک سری تغییرات دادم، یک لوگوی جدید برای این پایین طراحی کردم با فونت جدید و یک قسمت دیگه از خونه هم اومدم نشستم که پرده پشت سر من باشه و امیدوارم که کیفیت برنامه بهتر شده باشه. به هر روی این هم از این قسمت و از این موضوع که خواستم با شما دوستان در میون بگذارم که علت این تأخیر چه بود. دوستان خیلی پیام میدادن، محبت میکردن در یوتیوب، حتی بعضی عزیزان هم اومدن پیدا کرده بودن من رو در فیسبوک پیام میدادن. داستان این هست و این داستان ها پیش میاد دیگه دوستان، دیگه جنس کامپیوتریه، عمرش یه جا تموم میشه میسوزه و باید صبر کرد، درست کرد، تحمل کرد و جبهه مبارزات رو خالی نکرد. این مهمه. زمانی که ما جبهه مبارزات رو خالی کنیم به هر دلیلی، اونجاست که شکست خوردیم. یک سری اتفاقات هم افتاد که حالا شاید در بعدها تعریف کنم، یک خبرهایی از ایران به گوشم رسید و غیره که اونها رو بعدها تعریف خواهم کرد براتون، ولی که مهم نیست. فعلا کار بر روی روال هست و امشب هم تصمیم گرفتم بیشتر با دوستان صحبت کنم و داستانها رو بگویم که از چه باب بوده این داستانها. همونطور هم که میدونید ابراهیم یزدی هم در این هفته درگذشت، یا درگذشت که چه عرض کنم، سقط شد، شرش رو کم کرد. حیف این خاک ترکیه که در اینجا سقط شد، واقعا در شهر زیبای ازمیر. این رو که میدونید نه آمریکایی ها راش میدادن نه جمهوری اسلامی تحویل میگرفت، همینجا مونده بود و خلاصه در همینجا هم در سن 80 و اندی سالگی و هر حال درگذشت.
سقط شد، ببخشید، حیف درگذشت. و واقعا این مرد که از جاسوسان دو جانبه بود و کشور ما رو به روز سیاه نشوند، و فراموش نکنید کسی بود که دست تیمسار رحیمی رو دستور قتلش رو داد وقتی که بردن تیمسار رحیمی رو اعدام کنن، تیربارون کنن، و تیمسار رحیمی دستش رو بالا برد گفت جاوید شاه. همه اینها از حافظه پاک نمیشه. میدونید داشتم با خودم فکر میکردم شاه رفت، به چه عزتی هم رفت، خاک سپاریش رو دیدیم، ولی نگاه کنید اینهایی که دشمن شاه بودند و خیانت کردند، هم به ملت هم به کشور و همه چیز خیانت کردند، چگونه مردند؟ خلخالی شده بود 10 کیلو زیر خودش ادرار رو مدفوع میکرد و کرم افتاده بود به بدنش. این ابراهیم یزدی اینجوری، خمینی، همون خمینی 3-4 بار تو همون مراسم خاک سپاریش هی کشیدن پایین، این کفنش رو پاره کردن، این آلت و غیرش بیرون افتاده بود و خیلی آبروریزی. به هر حال دیدید که آبروریزی با سرطان سخت درگذشت. همشون، حتی خارجی ها، حتی قذافی، حتی نمیدونم صدام، هر کسی که با شاه یک جورایی دشمن بود و کمک کرده بود به این شورش 57 و انقلاب و این انقلاب ننگین رو در دامن این ملت گذاشته بود، به بدترین شکل و بدترین وجه سرقت شده. همین خامنه ای الان ببینید چند سال یک دستی، ببینید، حالا تصور کنید یه انسان یک دستی، حالا هر چقدر میخوای پولدار باش، هر چقدر میخوای نمیدونم پیپه نمیدونم 60,000 دلاری بکش و اسب نمیدونم 50,000 دلاری سوار شو، چه فایده داره؟ یه دست نداره، مدت ها داره زجر میکشه. اینها نتیجه این دنیا داره، مکافات میگن هست، راست میگن. بعضی سخنان قدیمی ها سخنان بیراهی نیست عزیزان. و همون قدزاده، قدزاده رو که یادتون میاد، مترجم خمینی، و خمینی یه چیز دیگه میگفت یه چیز دیگه ترجمه میکرد، خود خمینی اعدامش کرد، تموم اون بازاریایی که خمینی رو برداشتن آوردن، تموم اون مجاهدینی که دست بوس خمینی کردن و این انقلاب آوردن، همه اون توده ای ها ببینید به چه سرنوشتی دچار شدند. خائنین به شاه واقعا خداوند ایران، پروردگار ایران مجازات سختی کرد همه اینها رو، اهورمزدا ایران مجازات سختی کرد همه اینها رو با خفت. مرگ با خفت خیلی بده دوستان، با خفت همشون با خفت مردند. دونه دونه شون رو نشسته بودم بررسی میکردم، همین کوسه رفسنجان مدل آخری بردن تو استخ، کلش رو کردن زیر آب، همونجا سرقت شد. همشون، همه این شورشیان 57. و خب ما از این مرگ این مردک یزدی بسیار شاد هستیم. هر کی میگه پشت سر مرده نباید حرف زد و خوشحالی کرد بی خود میگه. اتفاقا پشت سر این خائنین باید شادی کرد دوستان، شادی. چه ارمغانی داشتن اینها برای ملت، چه چیزی داشتن جز بدبختی و بیچارگی، جز به زمین زدن مردم؟ اتفاقا باید الان یک موزیک بسیار شاد من بذارم به مناسبت مرگ این مردک. میخواهیم آثار 2500 ساله فرهنگ استبدادی را بزدایی. بذارید این موزیک رو گوش کنیم، شاد بشویم و دوباره برگردیم با شما صحبت میکنیم. We'll be right back.
جنگه به جنگه به جنگ از این چیزش خبر دارم اما چی کنم دستش دارم از این کارش خبر دارم اما چی کنم دستش دارم خداوند و عجب دلداری دارم عجب یاره ندونم کاری دارم قریب دوست و خودی سوز خدایا خیال کردم منم غم خاری دارم خیال کردم منم غم خاری آهان دوستان اشاره می کنند که صدا قطع شده. خوب شد که کامنت ها رو نگاه کردم. بله. سپاسگزاری داشتم می کردم از بانو فتانه به خاطر موزیک زیبا. امیدوارم الان صدا باشه. اگه صدا هست دوستان یک اشارتی بکنید. یک لایکی چیزی حواله کنید تا ببینیم صدا هست یا نه. به هر روی داشتم میگفتم این دشمنان شاهنشاه هر کدوم به صورت خفت بار مردند مردار شدند در واقع باید یک برنامه مخصوص این یزدی من بسازم این مسئله مهمی است دیدیم این مردک محسن سازگارا نشسته بود تو تلویزیون پارس برنامه آقای میبودی به میبودی میگه که یه جمله جالب میگفت میگفت که نمیدونم یه چیزی پروند به میبودی الان فراموشم شده و واقعا صد بار صدها هزار بار گفتیم این اسهال طلبا رو این کسانی رو که صادر میشن به بیرون تا بیزه جمهوری اسلامی رو حفظ کنند اینها رو هی اینها رو هی چیز نکنید تو این برنامه ها نیارید متاسفانه توجه نکردند و الان دیگه انقدر پررو شدن و وقیح شدن توی برنامه میزنه تو دهن میبودی نشسته تو برنامه میبودی که آورده اینو تو برنامه بزرگ کردن اینها رو آوردن و هر حال صندلی بهشون دادن تو دهن میبودی میزنه کاش این فایلش رو همین الان دوستان پیدا میکردن من پخش میکردم خیلی عجیب بود صحنه هان یادم اومد گفت که به چه جرأتی بله یکی از دوستان هم نوشت خانم میترا ایران نوشت که به چه جرأتی میگی که کلاهبردار بوده این یزدی دیگه ببینید داستان از چه قرار هست وردارن بیارن توی تلویزیون این اسهال طلب ها رو این محسن سازگار و بنیانگذار سپاه رو بعدم بیان حالا میبودی به هر حال با هر عقیده ای که من بسیارش باهاش مخالف هستم یه آدمی با سابقه ای توی عرصه تلویزیون بیاد تو جلو این همه بیننده بگی با چه جرأتی میای میگی که کلاهبردار بوده ابراهیم یزدی تقصیر خود این تلویزیون ها هست عزیزان
تقصیر خود تلویزیون های لس آنجلس. بسیار اینها مقصر هستند. چرا مقصرند؟ چون اینها رو برداشتن آوردن. چرا مقصر هستند؟ چون که تریبون رو فقط در اختیار یک تعداد خاص قرار دادند. هر کس جمهوری اسلامی صادر کرد، فرستاد به خارج، یه سر و صدایی هم کرد، تریبون رو دادن دستش. زندان رفتن و نمیدونم این زندانی سیاسی بود و این شکنجه شد و اینها هیچ کدوم دوستان مدرک و ارزش و اعتبار و سندیت نیست. سند ساختن که کاری نداره، یکی رو بفرستن زندان، دوباره بفرستنش بیرون که حرفای خودشون رو بزنه. اینها ساده انگاری هست، اینها مسئله ساده انگاری هست و متاسفانه فیلترینگ وجود نداره تو این تلویزیون ها. فیلترینگ وجود نداره چون مبنا خیلی ساده است. میدونید مبنای تلویزیون ها مبنای حزبی نیست، همشون همین بهونه رو دارن که بله چون تلویزیون های ما همه گروهی هست، همه عقیده‌ای هست، همه باید بیان و صحبت کنن. اینها درست، ولی نه دیگه. کسی که بنیانگذار سپاه بوده حالا مخالف شده باشه، بره ته صف وایسه، ور ندارید اینو بیارید هی بولد کنید برا مردم. چهار تا چیز به حکومت میگه، زمانش که رسید جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه دوستان، زمانش که رسید سر انتخاباته میاد میگه که باید رأی بدید و در انتخابات شرکت کنید، اونجاست، اونجا خودشو نشون میده. زمانش که رسید میان یا حسین میر حسین میکنن، اصلا جریان رو میبرن یک سوی دیگه. زمانش اونجاست. این اشتباه انجام میدن چون اندیشه ی حزبی ندارن. تو اندیشه ی حزبی، در اندیشه ی حزبی داشتم تو مبحث قبلی میگفتم، مثلا در بحث فاندریزینگ من همیشه گفتم اگر حزب وجود داشته باشه این مسئله فاندریزینگ یا پول جمع کردن ها هم مسئله بسیار خوبیه، چون افرادی که کمک میکنن میدونن پول، یک سری پولی که کمک میشه به صورت هدفمند میره در یک جایی، یک نظارتی وجود داره، یک تشکیلات. این نیست که یک نفر بخوره و یا یک چند نفر بخورن و بقیه هم هیچ، از احساسات مردم سوء استفاده کنن، از مبارزات مردم سوء استفاده کنن. این درست نیست، این صحیح نیست. اندیشه حزبی که نباشه، یکی مثل سازگارا بلند میشه میره تو تلویزیون میشینه، تا جایی که رسید، تا نقطه‌ای که رسید بیاد به میبودی بگه که به چه جرأتی میگی که ابراهیم یزدی کلاهبردار سیاسی بود. اینها به هر حال دوستان نکات مهمی هست. در هفته گذشته یک موضوع دیگه هم پیش اومد، همون جور که براتون توی یک برنامه مستقل گفتم، مسعود شجاعی متاسفانه کنار گذاشته شد از تیم ملی و حدس می‌زدیم این روش داره انجام میشه. الان پشت پرده با دوستان داریم یک کارهایی رو انجام میدیم، اگر نتیجه داد میایم میگیم که این کار رو داریم انجام میدیم و شما هم میخوایم که کمک کنید. خب نباید از این مسئله ما صادر عبور کنیم. یک نفر اومد به خاطر ملت ایستاد به اسم مسعود شجاعی. اگر ما اینجا رها کنیم این مسئله رو، بگیم تموم شد رب، حکومت پر رو میشه دوستان، جمهوری اسلامی پر رو میشه. یک سری کارها، کارهایی داره انجام میشه، موقعش که رسید خبر میکنیم. مثل همون سری قبل هم واقعا عالی بود، فشاری که گذاشتید اومدن نامه نوشتن به فیفا و گفتن نه ما اینها رو اخراج نکردیم، از یک طریق دیگه رفتن و مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی رو اخراج کردند. کسی که در کنار مردم ایستاد، کسی که در کنار اعتراضات ایستاد، کسی که بچه های خیابونی رو کمک میکنه، پول میده، نون میرسونه، اینا همه مهمه دوستان. ما باید تو این مقطع از مسعود شجاعی حمایت کنیم. نباید بگذاریم آخوند به سادگی بیاد و
ناسیونالیست های ما رو، وطن پرستان ما رو حذف کنه. پس این رو هم ساده از کنارش رد نشید بگید تموم شد رفت. خیلی موضوع پراکنده میاد و اینها، باید موضوعات پراکنده رو بذاریم کنار، کارهای عملی فقط انجام بدیم. کار کار عملی باید باشه، مبارزه مبارزه عملی باید باشه. و این هم از این موضوع، خواستم این هم در جریان بذارم. بعد در هفته گذشته چه موضوعات دیگه پیش اومد؟ امروز زیاد هم تیتر بر نداشتم، اومدم که فقط با شما صحبت کنم و اطلاع بدم که به هر حال کامپیوتر درست شده و توانستیم به برنامه ها بازگردیم. بله، ها برنامه های قبلی است. پس این مسئله مسعود شجاعی رو هم مد نظر داشته باشید. احتمالاً به زودی یک حرکتی رو اعلام میکنم رو هم فیسبوک، رو کانال تلگرام و روی یوتیوب، و به گوش باشید، حتما در پروژه شرکت کنید، مشارکت کنید، تا با هم در کنار هم بزنیم در دهان آخوند. اعدام، مسئله اعدام محمد علی طاهری هم بوده. حالا دوستان، این مسئله طاهری، آقای طاهری با هر عقیده و با هر نگرشی، من که خودم هیچ علاقه چندانی به اسلام عزیز ندارم که حالا بحث صوفیگریش باشه یا بحث دیگر بحثاش، ولیکن این که کسی رو به خاطر اندیشش ببرن اعدام کنن، ما باش مخالفیم. خیلی ساده، ایشون اصلا خواسته پرواز کنه، ما نمیگیم عرفان اومده گفته مثلا یه کاری میکنم که پرواز کنید، این مجازاتش اعدام نیست. مگه قرون وسطا هستیم ما؟ عصر حجریم مگه؟ حالا عصر حجر که اصلا داستانش فرق داره، تو قرون وسطا یه همچین چیزایی رو اعدام میکردن، یه همچین اندیشه هایی رو. ایشون هم یه تعداد طرفدار داره. ببینید، مسئله آخوند یا تمام مسائل دنیا به قول پرزیدنت ترامپ به پول ختم میشه. آخوند وقتی ببینه رقیب ایجاد شده براش و دکون خودش داره تخته میشه، سریعا میاد و میخواد اون نفری که اومده و یک دکون بغل دکون اون زده رو بیاد بگیره و حذف فیزیکی کنه. جریان اینه به طور ساده. جریان به طور ساده این هست. اجازه نمیده آخوند که یک رقیب براش ایجاد بشه در این شغل پرسود سوء استفاده از دین و نون خوردن از دم دین. این پولهای سنگین میلیاردی تریلیاردی رو خوردن از دم دین، اجازه رقیب نمیده دیگه. حالا بیاد یه نفر مثلا به اسم صوفیگری، یک نفر عرفان، اینها بیان یه تعدادی رو جذب کنن و دکون آخوند کم رونق بشه. جریان اعدام محمد علی طاهری هم همین هست دوست. ترس آخوند هم همین هست. نه تنها این مورد، شما هر مورد دیگه. شما اصلا برو تو ایران بگو من میخوام یه بنیاد خیریه بزنم، مگه اجازه میدن؟ میگن امامزاده وجود داره، بره پول بریز توش، ما میبریم میدیم به فقیرا، که نمیدن، همشو ور میدارن میخورن و بالاخره ویلا و تو آمریکا تو این اورنج کانتی و این مناطق خونه بخرن و نمیدونم بچه هاشون و آقازاده ها رو بفرستن بیرون و از این کارها. هیچ نوع عملی که بشه به صرف مردم انجام داد تو اون کشور رو آخوند اجازه نمیده، چون دکونش از بین میره. مسئله که الان آخوند مثل زالو چسبیده به حکومت و رها نمی کنه حکومت رو، همین هست دوستان. مسئله پول هست و این مسئله پول بسیار مهم هست، در همه چیز مهم هست. اصلا یه چیز رو بذارید ساده براتون بگم، شما اصلا خواستید دوستانتون رو هم بشناسید، در مسئله پول بشناسید، ببینید واقعا دوستانتون به خاطر مسئله پول و غیره از شما عبور میکنند یا نه. این مسئله پول تا این حد
میتونه در انسان شناسی کمک کنه. والا تو ایران در پایه ترین مثلا در بسیار خانواده ها رو سراغ دارم، مثل هابیل و قابیل به جون هم افتادن، دو تا برادر یک خونه سر یه تکه زمین، اون رفته انگشت مادرش رو گرفته زده پای به قولی چیز زمینا رو کشیده بالا، اون برادر رو افتاده به جونی. حالا این بعد کوچیکشه، برسید به بالا که آخوند دست انداخته روی کل کشور. به همین علت ما عقیده بر یک نظام نشنال سوسیالیسم داریم، یک نظام ملیگرایان مردمگرا که فردا اومدند افرادی خواستند از طریق مسئله غیر از تولید این پول رو به هم بزنند، مال رو به هم بزنند، باید مالیاتش رو هم بدن. میدونید جریان این هست، چیزی که ما ازش دفاع، خود من به صراحت ازش دفاع میکنم این هست که باید هر کسی بر اساس میزان ثروتش مالیاتش رو بده تا طبقه بزرگ متوسط ایجاد کنیم. ولی مگه آخوند اجازه میده؟ آخوند طبقه بزرگ متوسط نمیخواد، آخوند طبقه خودش رو ساخته، طبقه بزرگ آخوند و آقازاده ها و بچه سپاهی ها و یک تعداد آقازاده در کنار همدیگه یه طبقه رو ساختن. حتی آخوند اومده برای خودش دادگاه جدا گذاشته، دادگاه ویژه روحانیت. مثلا یه آخوند بره به یک زن تجاوز کنه چیکارش میکنه؟ نهایت خل عمامش کنه، عمامش رو بر میدارن میگن برو تو دادگاه ویژه روحانیت. حالا همین کار رو یک فرد عادی انجام بده، چوبه داری بیار و وسط شهر رو ببند و نمیدونم به دار بکش طرف رو، تو اون شهر ما اقلید سراغ داشتم، آخوند بود به زن شوهردار تجاوز کرده بود، رئیس دادگاه هم بوده، بعد این رو فقط عمامش رو برداشته بودن صادر کرده بودنش تو دادگاه شهر ما قضاوت میکرد. بعد به ما میگن برای چی مبارزه میکنید؟ از ما میپرسن چرا مبارزه میکنید؟ مشکلتون چیه با این حکومت؟ همین چیزها رو که میبینیم مبارزه میکنیم عزیزان. این فساد رو که میبینیم، هر کس واقعا این فساد رو ببینه و صدایش در نیاد، باید تو انسانیت خودش شک کنه. بالاخره انسان یک سری خصوصیات انسانی هم داره دیگه، این نیست که فقط منافع من، منفعت من، دیگی که توش یه ضرب المثل واقعا کثیف، نمیدونم این ضرب المثل از کجا اومده، چند تا ضرب المثل کثیف ما داریم، دیگی که برا من نجوشه میخوام کله سگ توش بجوشه، یه همچین ضرب المثلی هم فوری میارن توجیه میکنن. پس منافع عمومی چی میشه؟ پس منفعت ملت چی میشه؟ کشور چی میشه؟ دیگید که توش نجوشه کله سگ بجوشه؟ به همین سادگی؟ خب اینها جزء خصوصیات انسانی قرار نمیگیرند. فکر کنم این نرم افزار هم یک لحظه کانکت و دیسکانکت شد. بله، یکی از دوستان هم می نویسن که شاهزاده فردا در تلویزیون اندیشه صحبت خواهد کرد. سعید امیدی عزیز درود، رخسان سرنگونی، اشک زرتشت، کاوه البرز عزیز با درود. کاوه البرز عزیز نوشته بود خیلی دلشوره داریم اون موقعی که لپتاپ به هر حال سوخته بود، ولی که کاوه عزیز ما بازگشتیم و خودمون آستین ها رو زدیم بالا و قطعه لپتاپ رو پیدا کردیم و عوض کردیم، خریدیم قطعه جدید گذاشتیم جاش. ولی خب مبارزات سخته دوستان، مبارزه یک تنه و بدون امکانات سخته، ولی دلیلم نمیشه ما صحنه رو خالی کنیم، بگیم حالا امکانات نیست پس فلش کنیم بریم. آه،
مازی می نویسد که ملت ایران از انسانیت دور شدن به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید دوستان، من زیاد با این موافق نیستم مازی عزیز، تا یک حدودی موافقم. سراغ دارم قوم خشای خودمون، اقوام خودمون، آشنایان، اینها یه خونه رو میکنن دوتا خونه، دوتا خونه رو میکنن سه تا خونه، همش هم ناراضی هستند، همش هم مینالند که هیچی نداریم، بدبختیم. این دلیل حرص و طمع و علاقمندی به کسب مال مشکل اقتصادی نمیشه اسمشو گذاشت. اینها مشکل مغزی دارن بیشتر، مشکل فکری دارند، مشکل اقتصادی خیلی از طبقه جامعه ندارند. به نظر من مشکل اقتصادی وجود داره ها، بسیار وجود داره، ولی اون یک تعداد افراد هستند همیشه می نالند، همیشه میگن بدبختیم، نداریم. زندگی هاشون نگاه میکنیم اینی دارند، ولی حاضر به هیچ هزینه ای در راه آزادی هم نیستن، حاضر نیستن حتی یک کلمه در رابطه با آخوند بگن، مثلا برن توی توالت خونهشون دوتا شعار علیه آخوند بدن، تا این حد هم حاضر نیستن. بله این رو قبول دارم. مازی عزیز نوشته که اون هم به خاطر نداشتن ثبات اقتصادی. آره ثبات اقتصادی مسئله مهمی هست و تأثیر میگذاره، ولی که مسئله نزیزان نداشتن اقتصادی نیست، نداری نیست. خیلی هاشون زندگی هاشون رو دارن، خوب زندگی میکنن، والا از ما بهتر زندگی میکنن، از همه شمایی که دارید این برنامه رو نگاه میکنید خیلی هاشون بهتر زندگی میکنن. حاضر نیستند بگذرند منفعت عموم رو نگاه کنند. این مشکل کار هست. بیرون کشور هم همینجوره. مگه بیرون کشور الان بیشتر دوستانی مثلا سر همین مسئله لپتاپ سوخته بود، خیلی عزیزان پیام دادن که کمک کنیم یک لپتاپ جدید بگیرید. اکثرشون قشر متوسط به پایین خارج کشور بودند. ما ندیدیم یکی از ثروتمندان خارج کشور بیاد همچی پیامی بده. پس پیداست این مسئله که میگیم ندارند، ندارند یا مشکل اقتصادی دارند متعلق به اونها نیست. و همین طبقه متوسط هست که باید آخوند رو براندازی کنه دوستان، و البته طبقه فقیر واقعی. طبقه فقیر واقعی رو من باشون در ارتباطم در ایران، چیزی برای از دست دادن ندارن، ولی خط و مشک هم ندارند، خط و مشک هم ندارند. اگر خط و مشی مشخصی داشتن، میدونستن که باید چی کار کنن، به کدام سمت برن، تا حالا جمهوری اسلامی رفته بود، چون اونها چیزی برای از دست دادن ندارن و اونها بسیار آماده تر هستن از اون قشری که در خونشون نشستن. حالا برای رفع خستگی میان همه این برنامه ها رو هم نگاه میکنن و فردا هم روز از نو و روزی از نو، هیچ یک سانت مثلا به جلو در راه آزادی حرکت نمی کنند. این هم از این موضوع. اشک زرتوش نوشته که آخوندها حتی دو نفر رو کنار هم تحمل نمی کنند. تو داخل انجمن حیوانات هم نفوذ کردند، از داخل فلجش کردند، خیلی حروم زادند آخوندها، اصلاحات کار آخوندها خیلی حروم زادند آخوندها، اصلاحات کارساز نیست، فقط باید اینا رو حذف فیزیکی کرد. این هم نظر دوستمون اشک زرتشت هست و من معتقدم آخوندها با تمامی انجمنهایی که غیر انتفاعی باشه و به دکون آخوند ضرر بزنه مخالفند. براتون مثال زدم، بنیاد خیریه، براتون مثال زدم، حتی انجمنهایی اومده بودن برای ترک اعتیاد NA میگفتن، حتی همینها رو هم محدود کردن. به هر روی عزیزان، به گفته فرمایش استاد بزرگ رضا فاضلی،
که روانش شاد باد، اخوند خوب اخوند مرده است، اخوند زنده خوب وجود نداره. هر جا میگن یک اخوند خوبه، اون یا اخوند نیست یا اخوند مرده است. بله، هر وقت اخوند مرد، اخوند خوبی خواهد شد، چون دیگه آزارش به کسی نمیرسه. ندیدید واقعا، شاید بعضی عزیزان آخوند از نزدیک ندیدن. یه آخوند بود، پدر بزرگ هم اینا می آوردنش برای نمیدونم نوح خوندن و اینها، برای این ماه محرم و این چیزا، من یادم است. این مرتیکه روی گاز اگر براش کباب می کردید نمی خورد، می گفت باید رو زغال برا من کباب کنید، رو آتیش، رو گاز نمی خورد. حالا ببینید اینها میان، بعد میرن بالا منبر. حضرت علی نان و نمک میخورد برای ملت عادی ها. ملت عادی خودشون باید نان و نمک بخورند، ولی که خودشون کباب رو روی گاز پخته شده رو نمیخورد، باید رو آتیش براش کباب میکردن. اینها این چنین دوگانگی استاندارد دارن. استاندارد دوگانه که میگن این هست، موجوداتی که دوگانگی استاندارد دارن موجودات کثیفی هستند عزیزان. یعنی اگه من اینجا جلو دوربین این چنین نشستم صحبت میکنم، باید اندیشم پشت دوربین هم این چنین باشه، باید اندیشم توی خیابون هم همین باشه، در جمع فامیل هم همین باشه، یک صدم نه پله کمتر برم نه بیشتر برم و تغییر نکنم. نه اینکه رو منبر برای شماها بیام بالا شروع کنم درباره پادشاهان خوب بگم، بیام پشت منبر فحش بدم یا سوء استفاده کنم پول به هم بزنم. من میدونم، دیدم برخی از این افراد رو دیدم متاسفانه، و انسانهای درو انسانهای خطرناکن، هم خطرناکن هم کثیفن دوستان. امشب چون برنامه موضوع مشخصی نداره، من بر اساس کامنت ها صحبت های مختلفی رو میکنم. بذارید بیایم پایین کامنت های دیگر عزیزان رو ببینیم که چه گفتند. درود بر عزیزان همراهان همیشگی از ایران. مهدی عزیز، مهدی مخدومی عزیز، واقعا بچه هایی که از ایران با عشق عزیز، اینها با فیلتر شکن که میان این برنامه ها رو به صورت زنده میبینند، من بهشون افتخار میکنم، چون میدونم اینترنت ایران عزیزم مثل خارج نیست. بذارید توضیح بدم راجع به اینترنت ایران برای دوستان خارج. اینترنت ایران حجمی هست. یعنی چی؟ یعنی شما 2 گیگابایت اینترنت میخرید، مثلا همین فیلم رو ببینید تموم میشه، باید 50,000 تومن 100,000 تومن دیگه بریزید به حساب دوباره 2 گیگابایت دیگه بخرید. خب فیلتر هم سر راهش هست، یعنی فیسبوک بخواید بیاد باید یه فیلتر آخوند رو هم رد کنید. همه اینها رو باید بگذرونید، این پله ها رو بگذرونید تا بتونید بیاید یه برنامه لایو این چنینی ببینید. وقتی بچه هایی مثل مهدی، مثل عشق، این بچه های ایران میان میبینن، این ارزش دوچندان داره عزیزان. و توی یوتیوب هم بچه ها هستن، بچه های ایران هستن، همین الان داشتم باهاشون چت میکردم، صحبت میکردم. خبرهای خوبی در راه هست، حرکت های خوبی رو ظرف 2 ماه آینده خواهید دید. ماه دوم، ماه آبان ماه، بچه های داخل به هر حال کارهایی رو دارن انجام میدن و منتظر باشید. این هم در باب این موضوع. دیگر دوستانی که کامنت نوشتن به کامنت یزدی اشاره کردند و به هر روی، خب این هم از این. فکر کنم برای امشب کافی بود، خواستیم بازگشتمون رو اعلام کنیم. امیدواریم که کیفیت هم خوب بوده باشه مثل همیشه. این قطعات متاعاتش رو که تعمیر کردیم درست حسابی کار کنه، همه برنامه ها و همه اینها پاک شده. من از اول نشستم این لوگو طراحی کردم و پرچم طراحی کردم و خلاصه از صبح مشغول این امر بودم. دیروزم مشغول ویندوز بودم
و به هر حال این رو بدونید، من نوعی، من مبارز نستو، هیچ وقت عزیزان سنگر رو رها نمی کنم. هیچ وقت سنگر باید تا پیروزی رسیدن مبارزه ادامه پیدا کنه تو تحت هر شرایطی. و چه خوب هست که یک همچین اندیشه ای ترویج پیدا کنه. این نکته هم بگم به زودی، البته دوباره چیزها به هم ریخت، این کتاب ما هم فونت و منت همه اینهاش هم به هم ریخته، ولی به زودی کتاب رو هم انتشار خواهم داد، حالا به یک طریقی یا چاپی یا غیر چاپی، بالاخره مهم ترویج اندیشه هست. این کتاب رو هم انتشار خواهیم داد و امیدوارم که بگیرید بخونید و به دوستان خودتون هم بدید. عزیزان بهترین کار و بهترین پشتیبانی این هست که مثلا هر کدوم از شما 5 تا 10 تا از این رو پخش کنید بین دوستان خودتون، بین فامیل در ایران، بین سایر کسانی که هستن. چرا؟ چون این به صورت، از نظر علم ریاضی، اگر به صورت شبکه‌ای پخش بشه، یک اندیشه به صورت شبکه‌ای پخش بشه، یک خبر به صورت شبکه‌ای پخش بشه، ظرف مدت کوتاه میتونه تأثیرگذاری بزرگ بذاره. مثلا اگر 7 نفر این کار رو آغاز کنن و هر کدوم به 7 نفر دیگه کتاب رو برسونن و از اونها بخوان به 7 نفر دیگه برسونن، ظرف مدت تقریبا 6 روز 21 میلیون نفر میتونن این مطلب رو بخونن، این کتاب به دستشون برسه. حالا این خیلی خوشبینانه و این به قولی خیلی رویایی داریم نگاه میکنیم به قضايا، ولی باید بزرگ فکر کرد. به قول پرزیدنت ترامپ، باید بزرگ فکر کرد تا کار بزرگ انجام داد. این هم در این باب. سپاسگزار از همه عزیزان. در سنگر خواهیم بود دوباره. پیام هاتون رو کامل میخونم، همه پیام هایی که تو فیسبوک دارید رو میام جواب میدم، توی یوتیوب به همچنین. تو یوتیوب بسیار فحش میدن، یک عده میام به حساب اونها میرسم، البته قبلش دوستان به حسابشون میرسن. خلاصه منتظر باشید که دارم میام که چند تا کشیده به این عوامل جمهوری اسلامی و بقیه آتاشخال های خارج کشور بزنیم، در یوتیوب به خصوص، چون فیسبوک که بیشترشون دوستانمون هستن. فعلا بدرود تا بعد.